کاظمیان ارزیابی شما رو بشنویم. کارل مارکس اشاره میکنه به یک نقل قول مهمی از هگل که میگه تاریخ رویدادها و شخصیتاش دو بار تکرار میشن و میگه خب فراموش میکنه که بگه که یک بار به شکل تراژدیک، بار به شکل کمدی این تکرار رخ میده. این مناظره که امروز ما شاهد بودیم واقعا یکی از سخیفترین و بی ارزشترین گفتگوهایی بوده که توی این دوره های اخیر ما تا حالا ناظرش بودیم. به عنوان نمونه همین 4 دقیقه که در اختیار هر کدام از نامزدها قرار گرفت که بیان برنامه‌های خودشون رو برای تغییر وضع اقتصاد ارائه کنن، هیچ کدام اشاره خاصی نداشتن، فقط درگیر یک سری حواشی و جدلی شدن که حتی اونها پشتوانه یا مبنای قرص محکمی نداشت. دیدیم که درگیر یک سری تهدیدهایی شدن که اون تهدیدها بیشتر به شکل جلوه‌گری برخی نامزدها بود، فرقی نمی‌کرد آقای رضایی یا آقای همتی. خب حالا اینجا یک کسی مثل آقای رئیسی که منتظر به یک پشتوانه‌های دیگری از قدرت از یک موضع دیگری وارد شد، اما هیچ کدام از نامزدها اینکه بیان یک برنامه مدونی بگن آقا ما برای تغییر وضع اقتصاد کشور، برای تکان خوردن وضع تولید چه برنامه داریم ارائه نکردن. کسانی مثل قاضی زاده هاشمی هم که چنان بی پشتوانه هست اون چیزهایی که مطرح میکنن، از جمله مثلا همون وام 500 میلیون تومانی که وعده داده به زوجه جوان خواهد داد، خب اینا مشخصه این چنان بی پشتوانه است و خارج از توان بودجه کشوره که عملا دست مخاطب رو خالی گذاشته و من فکر میکنم فقط تبدیل شدیم مناظره به یک صحنه ای از یک نمایش واقعا مبتذل که متاسفانه شورای نگهبان این ترکیب رو چیده، برای مردم ایران یک نمایشی سامان دادن که ناگزیرن این که بشینن کسانی رو که واقعا به ذات یک چنین جایگاهی رو ندارن گفتگوها و درگیری های بی پشتوانه اونها رو نظاره کنن.